علامت دیگر نگارشی که داریم اون آپاستروف هستش یا آپاستروفه. آپاستروف جای هست ما تو دو حالت بیشتر بهش گاهی وقتا inverted comma هم گفته میشه an inverted comma چون دوتایی داریم یه دونه هم داریم این آپاستروفی تنها هست اون یه دونه ای هست که بهش inverted comma هم گاهی وقتا گفته میشه an inverted comma چون یه دونه ایه و معمولا دو تا استفاده داره یکیش اضافه ملکیه یکیش اون حالت پوزیشن هستش که یه درس جدا برای اون دارم اگر روی آی کلیک کنید یا توی دیسکریپشن توی باکس زیر ویدیو روی اون لینکش کلیک کنید درس خودش هست کلا تو اون توضیح دادم اونجا کاملا هست شاید دیده باشیدش واسه همین دیگه وقتتون رو سر اون نمیگیرم میریم سراغ استفاده دومش استفاده دومش زمانی هستش که یه حرفی حذف شده اوکی مثلا من میگم isn't okay is not بوده اوش چون حذف شده من برای اینکه نشون بدم اینجا چیزی نیست چیزی برداشته شده از آپاستروف استفاده میکنم و این حالت کوتاه رو مینویسم یا it's به جای it is من اون رو میذارم it's و اون برداشته شدن I رو اینجا با این حالت اعلام میکنم یا حالا خیلی جاهای دیگه ممکنه حتی همین حالت مثلا it is a I'm مثلا I am aren't مثلا are not که مثلا شده aren't یا o'clock مثلا میگیم 7 o'clock و او هست بعد اون apostrophe بعد clock خیلی ها استدلال میکنن به اشتباه و اینو مثلا ممانه قانون نمیدونم حتی دیدم که توی سایت هاشون نوشتن که میگن که o'clock یعنی همون o'clock یعنی اون او برمیگرده به صفر مثلا وقتی میگیم 7 o'clock این او یعنی صفر دقیقه از 7 و صفر دقیقه یعنی سر ساعت نه اصلا این موضوع نیستش درست 7 o'clock یعنی همون 7 بدون دقایقی اوکی اما به این دقت هم نیست و او اصلا نمایشگره او یعنی صفر نیستش در واقع ما پس از او یه دونه آپاستروفی داریم پس یه چیزی اونجا هست شده اونی که هست شده در واقع of the هستش اوکی؟ در واقع اصلش اینه 7 of the clock اوکی؟ 8 of the clock 9 of the clock و ما اون of the clock فقط اوش رو میذاریم f از of و the رو بر میداریم جاش یه دونه آپاستروفی میذاریم و clock به این ترتیب میگیم 7 o'clock منظور 7 of the clock هستش اوکی؟ این ساعتی ساعت 7 از روی اون دایره ساعت به این ترتیب کوتاهش کردیم و یادمون رفته که چی بوده که حذف کردیم که شده o'clock و اشتباه میکنیم استدلال اشتباه میکنیم میگیم که این او یعنی دو تا صفر نه موردش اصلش این قضیه نیستش این هم یکی از کاربرداش هستش کلن کاربرد ساده هست که معمولا باهاش بچه ها موردی ندارن تنها موردی که چرا بهش میخوریم زمانی هست که میگن it's و it's ما دو تا it's داریم یکی it's هست که i is حذف شده it's okay. مثل مثلا it is 7 o'clock okay. it is بوده که ما مخففش کردیم شده it's چون i رو من برداشتم جاش اون آپاستروف رو میذارم تا مشخص بشه این در واقع همون اصل it is هستش اصلش it is بوده اما من مثلا دارم در رابطه با یه صندلی صحبت میکنم و میگم که پاش مثلا شکسته یا هر چیزی میگم its leg its leg its اصلا آپاستروف نداره و مثل زمانی که من میگم my leg پای من این مالکیت من رو به پا نشون میده این its مالکیت its رو به پاش یا leg داره نمایش میده و این اصلا نیاز به آپاستروف نداره چون چیزی ازش حذف نشده اصلا واژه شکل نوشتاریش همینه و شکل تلفظش هم همینه احتیاج به آپاستروف نداره پس اگر داریم حالت مالکیت مثل مای برای اون شی یا برای اون حیوان داریم صحبت میکنیم حیوانی که نمیدونیم فیمیل یا میله و از ایت براش یاد ازش به عنوان ایت یاد میکنیم از ای اون چیزی که مالکیت داره میگیم ایت و مثل مای هیچ حالت مالکیتی داره و هیچ آپاستروفی نداره اما اون it's که مخفف شده یه it is هست مثل his که میگیم he is
که مخفف شده، یا شیز که مثلا شی ایز بوده، مثل اون که آپاستروف داره، این هم باید آپاستروف داشته باشه، چون هر دوشون ایز رو مخفف کردیم، آی رو برداشتیم و احتیاج به اون آپاستروف داریم. پس دقت کنید تفاوت دارن با هم دیگه، ایز با ایز فرق داره، اونم توی نوشتهشون کاملا روشن هستش، وقتی نگاه میکنیم میتونیم به تشخیصشون بریم.